و اما عوامل بیرون از سطح زمین چه تأثیری میتونه بگذاره؟ ببینید زمین وقتی که تولد بشه یک توتهیه که به این حالت منسجم نیه، کروی نیه، یک توتهیه که حاصل از یک انفجاریه، در انفجار بیگ‌بنگ هیچ شکل و شمایل کروی نداره، ولی با توجه به حرکت دورانیه که داره و با توجه به بعض قوای دیگه که قوی گراویتی یا قوی جاذبه و قوی روتشناله، اینها باعث میشه که سطح زمین کم کم خود منظم و هموار کنه، یعنی تحت این نیرو قرار داره و نیروهای دیگه. نیروی جاذبه نیرویه که تمام کتله ها از سطح تا سطح زمین کشف میکنه یک بالا، و نیروی روتشنال یا قوه دورانی قوه یه که تمام اجسام کشف میکنه به بیرون در دو جهت، این در تمام ابعاد نیروی داخلی، ولی نیروی بیرونی در دو بوده چون دو عالمه. از این نیرو کوزگرا استفاده میکنن، کوزگرا میذارن، کوزر میگذارن، دور میدن او دهانه و گردن و شکم کوزر تنظیم میکنن توسط همین نیروی دورانی. حالا در سطح زمین هم دو تا نیرو اثرگذاره، گراویتی جاذبه روتشنال، این دو تا در استوا همدیگر دفع میکنن، هیچ اتفاق نمیفته. وقتی این به سطح قطب نزدیک میشیم این نیرو کاهش پیدا میکنه، این نیرو کماکان وجود داره، در این قسمت نیرو صفر میشه، این نیرو وجود داره. به همین خاطر در قطبین زمین فشردگی ایجاد شده که تقریبا 21 کیلومتر این فشرده شده، یعنی تفاوت این قطب زمین تا این قطب زمین 21 کیلومتر. اینها نیروهایی که روی سطح زمین اثرگذاره روی فرآیندهای سطح زمین. و سلاید بعدی، نیروی دیگه ای که از جریان تولد زمین تا به امروز اثرگذار بوده عبارت از نیروی کتله های بیرونیه. ببینیم آقای هوگربتس هم که ارائه میکنه، او میگه که اصلا کیهانشناسه او شخص، زمینشناس نیست، او بیاد زمین رو چی کنه، او کیهانشناسه، کتله هایی که در کیهانه، در اطراف زمینه، در حرکت هم میه بس میکنه، مهتاب روی زمین اثر میگذاره. اصلا ما فرمول داریم که F روی جذب و دفع بین دو تا کتله، مثل میشه کتله ای جسم و کتله ای جسم، اینا ضرب شد تقسیم مربی فاصله از اینا. حالا مهتاب به زمین چقدر فاصله داره؟ چقدر کتله از اینه تا ای زمین بیشتر تقسیم میگذاره رو مهتاب که اینا گهدش داره خیلی بیبر خوب و مهتاب اثر میگذاره. در اینجا ببینید جرم آب کش میکنه که ما شما جذر و مهتاب داریم، هر جایی که مهتاب کش حرکت میکنه آب کش میشه سطح زمین، و به همین ترتیب دانشمندا میگن که حتی میتونه بعض قسمت های سطح زمین خشکا که ملایم تر باشه یک دو این چینا تحت تاثیر قرار بگیره وقتی مهتاب تیر میشه تر. حالا آقای هوگربتس هم توسط همین نظریه، بریم به چی؟ نظریه پلانتری الاینمنت رو ارائه میکنه. پلانتری الاینمنت نظریه آقای فرانکه که او میگه وقتی که مریخ با زمین و مهتاب در یک راستا قرار گرفتن، این دو کتله مهتاب و مریخ میتونه یا مارس میتونه بر زمین اثر بگذاره، باعث ایجاد تکان ها میشه که از لحاظ علم زمین شناسی و فرمول ها رو بررسی کنیم، فاصله خیلی زیاد از مریخ تا زمین و مهتاب ناچیز کتله از او نمیتونه او قدر تاثیر فوق العاده بگذاره که باعث ایجاد مثلا زلزله ده. اون در یک موقعیت خاص مثل در هرات او اصلا حرفا از شما برای گوش کشیم این چیزا نمیگه، ولی مردم تعبیر از اونها اینه، یک عکس اسکرین شات میگیرن میشه میگن 8 درجه رشتر پیش بینی کرده میشه، ساعت چند اتفاق میفته، اصلا پیش زلزله قابل پیش بینی نیست. زلزله از موقعیت اون 10 کیلومتر که شروع شه، هم که شروع شه 8 کیلومتر در ثانیه سرعت داره، اگر 8 کیلومتر باشه در آن ثانیه که اتفاق افتاد میرسه به سطح زمین، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. این که کی تلاته عضلات لاک یا قلف قطع میخوره این هیچ که نمیتونه پیش بینی کنه، عوامل که میتونه به وجود بیاره هیچ که نمیتونه اون چی کنه. ها ما میتونیم بگیم کتله بگیم که مستعد به شکستگیه، این که چه وقت شکستگی اتفاق میفته اون کسی نمیفهمه، بس به اینه که چقدر فشارهای بر میشه، چقدر کتله ها مقاومت نشون میدن و چه وقت خطا میخوره کتله. این همین ببینیم سرعت کتله ها، همین بیشتر ویدیو ما شما دیدیم که کتله هندی اومد برخورد کرد به کتله آسیا، کان یک جدا آسیا، هند جز آسیای، در واقع هنوز پلتی جدای ولی جز جغرافیای آسیای هند، ولی اینا با هم نزدیک شدن.
سرعت از اینا حدوداً 10 سانتی متر در سال، یعنی در یک سال 10 سانتی متر پیش میاد، سال بعدی 10 سانتی متر. چه واسه کنه فاصله های کیلومتری که بین از اینا بوده تقریبا 70 80 میلیون سال طول کشیده تا اینکه بیا یکیشه، یا 250 میلیون سال قبل کل خشکی‌های زمین قاره آفریقا، اروپا، آمریکا، آسیا، آنتارکتیکا، استرالیا اینا با هم یکی بودن و پس جدا شدن. 250 میلیون سال آینده پس توسط این فعالیت‌های پلیت تکتونیک اینا پس با هم یکی میشن. ولی سرعت از اینا به اندازه سرعت رشد ناخن‌ها دست شما، یک هفته ناخن‌ها دست با شما چند اندازه رشد میکنه؟ همین اندازه سرعت زمین، همین سرعت با همین اندازه کم فو میآید تا اینکه به یک نقطه میرسه که کتله تسلیم شد، یک دم خطا خود همین که خطا خود سرعت میرسه 900 کیلومتر در ثانیه، 10 سانتی متر در سال 900 کیلومتر در ثانیه. این اگه شما به سال تا بکنی یک دم بسیار، این همین حرکت آنی و حجم گستردگی یک کتله یک ماجه تقریب میکنه، موج شروع میکنه به حرکت کردن. حالا سه چهار مورد موج داریم که در صدای بعدی ما شما میایم رو از بحث میکنیم. همین ویدیو اگر پلی میشه پلی کنیم که ویدیوی معطا بود نشد، اگر نشد خیلی سعی بریم سراغ بعدی. عامل بعدی بدیدون زمزمه های وجود داره در جریان همین زلزله هرات که در کنم کنم کشور سلاح های اتمی خود داره تست میکنه یا نکلیر تست، تستینگ هستی نکلیر تستینگ، آزمایش های هستی داره. ببینیم یکی از عوامل زلزله میتونه باشه، ولی در زلزله هرات، زلزله هرات کاملا عامل از طبیعی بود، هیچ عامل انسانی دخیل نبود، ولی برای زلزله هایی که اتفاق میفته یا شاید بفته یا در جریان انفجارات هستی یا آزمایش های هستی اتفاق افتاده ممکنه باعث ایجاد زلزله بشه. وقتی که بمب‌های اتمی تست میشه به چهار حالت که سه حالت از اون کلن ساقط شده در جهان امروز، یک حالت از اون هم تحت شرایط فوق العاده ایمنی میتونه اجرا کنه، یکی اتمسفریکه، یکی اول که بمب اتم توسط بارون بالا میکنن به ارتفاعات 20 کیلومتر بالاتر، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر اونجا انفجار میدن، قدرت از اون بعد اون انفجار از اون تست میکنن. یکی اینه که اندر گراوند در زیر زمینه، سوم فوق اتمسفیر در طبقات بالاتر توسط موشک پرتاب میکنن انفجار، و یکی هم در زیر آب اندر واتر. این به دلیل نشت مواد رادیواکتیو و این به دلیل نشت مواد رادیواکتیو و این کلن ثابت شد، فقط محدود شد به انفجارهای زیرزمینی. زیرزمین در اون بسیار بالا تحت شرایط فوق العاده چی؟ وقتی که انفجار میدن این همی هم یک موج مصنوعی تولید میکنه، موج مصنوعی تولید میکنه به سطح زمین میه، میتونه باعث انفجار بشه، نه به پیمانه انفجارهایی که زلزله ها یا قدرت رشتری که زلزله های واقعیه. مثلا اتحاد جماهیر شوروی در روز 61 بمب مرتوسون به بمب تزار 58 میگاتون وزن از او بود با قدرت انفجار از او انفجار کرد. بعد اون در روز 63 مایده امضا شد که دیگه لغو از مایش های هسته ای. بعضی کشورها امضا کردن، بعضی نکردن. خود کسایی که امضا کردن از اون آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و اینا، خود از اون از سال 90 به بعد تا به 95 که چین و سه آزمایش کردن چی کردن؟ هند و پاکستان چی نکرد؟ امضا نکرد. در روز 98 هر دو کشور آزمایش های هسته ای زیرزمینی رو انجام دادن، کوریا شمالی اخیرا در 2016. هر کدوم از اینا تحت شرایط فوق العاده بالای انفجارات تست های آزمایش های هسته ای رو انجام میدن، ولی با آن هم میتونه که از لاهای مختلف زمین نشت کنه، این نشت کنه به لاهای آبهای زیرزمینی، شما باز اینا رو استفاده میکنن باعث ایجاد سرطان ها به عنوان یک ماده فوق سمی شناخته شده، میتونه ایجاد سرطان ها کنه. زلزله 2011 ژاپن زلزله بود که این رو ما یادآوری کرد. زلزله علی‌رغم تبعاتی که ارتعاش از او ایجاد میکنه در جهان حساس امروزی میتونه دیپوهای مواد انفجاری در جهان 13,000 بمب اتم وجود داره، 11,000 از او در دسترس چین و آمریکا، تقریبا 2,000 دیگه کشورها دارن. این زلزله میتونه در کنار اینکه ساختمان ها رو به عنوان یک نیروی و قوه اینا ایمن ترس و دلهوره برای ما ایجاد کنه،
حساسیت های دیگر خلق کنه. در ژاپن سونامی وجود آمد، سونامی آمد به بحث ریاکتورها هسته ای نتونستن کنترل کنن، یک دو تا ریاکتور انفجار کرد. چند روز بعد اسکاتلند ابر رادیواکتیو کشف کرد که پخش شده به فضای اروپا و اینها به عنوان وقت باران تولید میشه باران های اسیدی، باران های فوق اسیدی، فوق سمی که بباره اونجا سرطان هم سرطان ها میشه. حادثه چرنوبیل در روسیه اگر بریم سه کاری حادثه انفجار ریاکتور از اونو حادثه که در بیمارستان زلسکی همیار اگر میلیون ها کودک و پیر و جوان سرطانی وجود داره. بیشتر همین عوامل سرطان های امروزی ناشی از آلودگیه و آلودگی های فوق سمی که بشر اونو تولید میکنه نمیتونه نگه بداره. و زلزله به عنوان یک عامل بسیار تهدید کننده خصوصا شرایط هسته‌ای امروز فوق‌العاده